سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد. باز این بار اومدیم با یه ویدیو دیگه از رد دد آنلاین و شدن جدید به مناسبت هالووین به اسم دد آف نایت. تقریبا همون شدن هالووینی سال پیشه. یه سری تغییرات جزئی راکستار داده توش به عنوان یه جنس جدید و خفن دوره به ما غالب کرده. دم راکستار گرم بابت این همه خلاقیتش. قبل از اینکه بریم تو بازی، من یه توضیحاتی رو سریع بهتون بدم. اول اینکه من سری تغییر دکوراسیون دادم تو اتاقم که خب قاعدتا برای شما معلوم نیست، ولی خب زاویه دوربین همینطور که می‌بینید تغییر کرده. الان دوربین اینجاست، تلویزیون پشتشه و لپتاپ این کناره و من خودم اومدم پشت میز. الان قبلا کنار میز بودم، یه خورده سخت بود، گردنم اذیت می‌شد، اصلا کلاً سخت بود، اذیت بودم. الان دکور کل اتاق تغییر دادم، یه خورده بهتر شده. بعد سریع بگم تا قبل از اینکه این شروع نشده، خب ظاهرا تنها من تو تیم. بابا باری کلا، بابا باری کلا به این برابری. و اینکه من یه چند روزی بچه مریض بودم، حالا خوش نبود، الان خیلی بهترم، حالا رو به بهبوده، تقریبا خوب شدم. و سیدنی هم دوره دیروز و امروز خیلی سرد شده و همچنین که میدید من شال و کلا کردم به خاطر اونه. نیاد کامنت بدین هوا سرده، مگه سردت شده؟ همچنین که تو استریم هر وقت من لباس گرمی پوشم میایید میگید. و اینکه من تا سه شنبه خیلی سرم شروع، بعد از سه شنبه تا سیوم اکتبر خیلی سرم شروع میشه، باز بیشتر از این خیلی حتی، و بعد از اون دیگه سرم خلوته تا سه ماه دیگه. یعنی سه ماه دانشگاه تموم میشه، سه ماه اونیم اینا تعطیلات دانشگاهیه، سمستر تموم میشه. ای بر پدرت صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بعد سه ماه و نیم من قشنگ فقط کاره و یوتیوب، کار روزمرمه با یوتیوب، که کارم هم چون الان به خاطر داستان و کرونا اینا هنوز کلابا خیلی تعطیلن، اکثرشون فقط بار و نمیدونم هتل و این داستانا بازه، برای سکیوریتی زیاد کار نیست، کار اصلی میشه یوتیوب. یعنی نمیشه گفت شغلمه چون حالا درآمد آنچنانی نیست، ولی خب دیگه مشغله اصلی میشه یوتیوب. و اینکه جونم براتون بگه که سعی میکنم هر روز ویدیو بذارم، هر روز حتی شاید بیشتر از یه ویدیو بذارم، چون یک ماه آینده تو قسمت کامیونیتی یوتیوب پست گذاشتم بهتون گفتم یک ماه آینده کلی بازی خفن داره میاد. و در کنار این کل بازی خفنایی که داره میاد، کنسول جدید داره میاد. و اینکه خود سخت هم حرف زنم هم تمرکز کنم یادم رفت. آره خیلی مشغله زیاد، یکی دو ماه آینده تون تون ویدیو میذارم براتون، تون تون بازی جدید، بازی قدیمی رو ادامه میدیم. تو قسمت کامیونیتی یوتیوب گفتم، ولی خب اگه نخونین قراره بازی قدیم رو ادامهش رو بریم. و اینکه از سری ویدیوهای گیم باز قرار چند تا قسمت جدید بذارم. الان نزدیک 15 تا بازی کدشو گرفتم، ریویو کد گرفتم، ولی واقعا وقتش نیست که من اینا رو ویدیو کنم، ولی سعی میکنم همه رو ویدیو کنم براتون. همینطور داره بیشتر 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 میشه. بعد چه باحال، تا حالا بالا این خونه رو ندیده بودم تو بازی، خوشگله. یه خورده نامردی این دست، چون من تنها هم، بعد تیم زرد که الان نفر دومه اونا دو نفره، ولی تنها خوب امتیاز گرفتم، خوب اومدم بالا. داشت اینقدر جاخال نده دیگه جون مادرت کچل. باریکشالله. برای کسایی که نمیدونن تو این بازی اینطوریه که دور تا دور مپ ماسک ظاهر میشه و بعد دور ماسک های سری زامبی، آدم های وحشی هن، زامبی تورن که NPC هن، اونا شما باید بکشید و بعد اونا که بکشید هر کدوم یه امتیاز به شما میده. پلیرها رو بکشید امتیازش بیشتره و بعد وقتی ماسکا رو بردارید امتیازی که میگیرید دو برابر میشه. یعنی اگه ماسک داشته باشید و قول تور بشید، امتیازی که میگیرید هر کی بکشید امتیازی که بهتون میده دوباره برمیشه. پلیرها بیشتر امتیاز میدن، این وحشی مشیام یه دونه به جای یه دونه بهتون امتیاز بدن دوتا بهتون امتیاز بدن. و اینکه ما این ماسک رو برداریم و بریم اشغال. به هر بار که ماسک برمیدارین بهتون 4 تا تبر میده که تبرها میتونه از روی جنازه این بنده خدا وقتی میکشیدشون برش دارید
و بعد تبرتون که تموشه با این ماشتی میرین تو دل روشمه که یه خورده سخت‌تر میشه چون بعد از نزدیک بزنیدشون. ولی تبر که داشته باشید از دور میتونید. اوه حسین اما شالله بابا باریکلا هتریک این بازیکن. خب امتیازم بله میره نفر اولی بازیکن با اینکه هم تیمی نداره. یه پلیر سمت راسته. خب جای ماسکا عوض شد. جای ماسکا که عوض میشه کلن این دشمن ها NPC ها هم غیب میشن، میرن یه جای دیگه ظاهر میشن. آج خانوم جا خال نده. آج خانوم ماشالله. نه فاصله امتیازی داره زیاد میشه. اومدن رسیدن که زردا خدایی سخته. این چون نامردی سخته و اینه خیلی سخت نیست. بعد جونم براتون بگه که این شدن بچه ها امتیازشو پولشو این داستان های 3 برابره. چیزی که من توشیدم تلا شمشه تلا زیاد خوب نمیده، معمولا هر دستی رو که تمام کنید بهتون 16 صدم میده و من مردم همون مرد 16 صدام میده. بعد طلا مثلا 34 تا میگم طلا دلار 34 دلار میده و XP هم خوب میده. و اگه پول میخواید اینو این شدانا رو به نظرم برید، زیاد سرگرم کننده نیست. اگه با دوستاتون برید خیلی میتونه خوش بگذره، ولی تنها برید زیاد حال نمیده، سرگرم کننده نیست آنچنانی، ولی خب برای پول گرفتن خوبه. هله خب این قولار هم با شاتگان بزنید خیلی بهتر. آره داشتم براتون میگفتم خلاصه 2 ماه آینده ما خیلی برنامه داریم، 2-3 ماه آینده بچه ها، و تون تون همینطور بازی و این داستان ها پشت سر هم. اگه حمایت کنید خیلی ممنون میشم و امیدوارم حمایت کنید دیگه. امیدوارم که تحول خفنی تو کانال ایجاد شه بعد از این 2-3 ماه و راضی باشید. اوهو بیا اینجا، بیا بقل هموی تبرم تموم شد با ماشتی بازمش سنتوریون اکس اسمشه. بیا بقل همان اسکل و شاتگان میزدی مرده بودم. اسکل و شاتگان تبر ندارم، اینجا چند تا تبر انداخته بودم. بذارید آما شالله دوتا اومد دستمون تمومه. نه امتیاز فاصل امتیازی خیلی زیاده، به راحتی هرچه تمومتر اول شدیم. و بابا باریکلا خفه هم میکنی داشت. خب اینم از این. بچه بگید حتما توی کامنت ها بگید اگه دوست دارید من شودان مثلا هر از گاهی یه شودان برم توی Red Dead Online براتون بذارمش، میتونم کار زیاد سختی نیست، میتونم انجامش بدم. اگه استقبال بشه، اگه کامنت ها لایک و باله باشه، دوست داشته باشید شودان میتونیم با هم بریم. و بله چه زیبا، میتونم شودان بذارم. آره مثلا یه شودان بذارم هر از گاهی برندم جالب میشه، کار سختی هم نیست، میتونم انجامش بدم. اگه دوست داشته باشید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره عزیزان دل. و اینم اسکوربورد محشر این دست، برید عشق کنید. 60 کیل 3 تا مرگ و 146 امتیاز تنهایی اول میشه این بازی کن. قربونتون برم، مرسی که ویدیو رو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مخلصم تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.